اینجا زرنج مرکز ولایت نیمروز است. اینها افغان‌هایی هستند که به دلیل بحران جاری اقتصادی و بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان در تلاشند به ایران بروند. قاچاقبران انسان میگویند که شمار مهاجرینی که میخواهند کشور را ترک کنند به 5 تا 6 هزار نفر در روز میرسد و این رقم 4 برابر افزایش را پس از به قدرت رسیدن طالبان نشان میدهد. اما موقعی که مثلا دولت بود، مثلا روز 225 ماشی میرفتم مسافر، یعنی سب که 2000 میرفتن، حالا روز 5000 میرم به خاطر که اینجا کار و کسبی چیزی ندارن. برخی از مهاجران افغان هنگام شب با وجود خطر تیراندازی مرزبانان ایران جسارت می کنند و از دیوار بلندی که شهر زرنج را از ایران جدا می کند بالا می روند. اما وقت خورشید طلوع می کند، هزاران مرد، زن و کودک سوار موترها شده و در یک سفر طولانی از مسیر صحراها و کوها از طریق پاکستان به سوی ایران می روند. ما از روی دیوار، از مرزی که دیوار داره، بعدش هم اونجا همش برجگه. برجگه تیراندازی میکنن. وقتی بخوایم بریم از راه پاکستان، پیادروی زیاد داره، ولی مشکل نداره ما به پیادروی. اونجا میریم، شیعه گفته میگیره، خیلی جزا میده. قبلا که سر میزدن. ولی فعلا میگیره، پول طلبانه. در هتل های شهر زرنج، مهاجران در حالی که منتظر نوبت خود برای عبور از مرز هستند، روی فرش می خوابند و ناامیدی و ترس در چهره هایشان نمایان است. اما از سوی دیگر قاچاقبران از جریان بیوقفه مشتریان خوشحالند و به این امیدند که با فرارسیدن بهار و هوای مساعدتر، سیل مهاجرت افزایش خواهد یافت. از وقتی که امارات چکیششتن، همین کلن همین پرسنل انجینر ها و صاحبکار ها هم مهاجر شدن. ما هم دیگه هیچی نداشتیم. ما میگفتیم از اینکه بیکاریم و فلان مهاجرت کنیم به ایران. پس از تسلط طالبان در ماه آگوست سال گذشته، افغانستان با بحران اقتصادی روبرو شد و وضعیت وخیم بشری پس از دهه ها جنگ را در این کشور بدتر کرد. بر اساس گزارش اخیر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، نزدیک به 1 میلیون افغان میان ماه‌های آگوست و سپتامبر سال گذشته کشورشان را ترک کردند. این افزایش در مهاجرت افغان‌ها زرنج را به محل قاچاق انسان تبدیل کرده است.